Salam, 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 ey shaheed. Salam, 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 ey shaheed. Zameen ki sada hai ye, falak ne keh diya hai ye. زمین کی صدا ہے یہ فلک نے کہہ دیا ہے یہ نہیں ہے کوئی ہم نشی ہے مرتبہ جدا ہسی شہید من تیرے لیے درود ہے سلام ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے وہ قوم کی حیات ہے اے شہید سلام ناصران حرم سلام اے شہید مغافران حرم سلام اے شہید مغافران حرم چلے جو تم کٹا کے سر حرم کے پاس باہوے زمین سے اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون شهیدان واژه های شعر خونند سطور سرخ تاریخ قرونند شفق آینه این رفتگان است گلی سرخند و دشتی لالگونند السلام علیک یا مولا یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته سلام مجدد عرض میکنم به همکار عزیزم جناب آقای زبا همچنین همه ولایت مداران این کشور که از طریق شبکه های مختلف به ویژه شبکه خبر و شبکه استانی سیمای خراسان رضوی حال و هوای عاشقانه و عارفانه و صادقانه این مردم رو مردم مشهد رو در جوار مسجع نورانی حضرت علی ابن موسی الرضا درک میکنن و این لحظه ها رو با این حال معنوی در کنار این مسجع شریف و نورانی همراه هستند. از ساعات اولیه بامداد مردم ولایت مدار خراسان رضوی و همچنین زائران مسجع فرشته پاسبان رضوی علیه السلام در میدان 15 خرداد مستقر شدند تا مشایعت کنند پیکر شهید جاودانه انقلاب و اسلام سردار بزرگ و رشید سردار قاسم سلیمانی رو لحظه به لحظه به موج این جمعیت افزوده میشه و طبیعتاً دوربین های ما قادر نیست این لحظه ها و این شکوه حضور رو این وسعت حضور رو ثبت کنن آفرین به این مردم ولایت مدار آفرین به این مردم قدر شناس آفرین به مردمی که در هوای سرد و گرم در موقعیت های مختلف نسبت به آرمان های انقلاب خودشون بی تفاوت نیستن ما همچنان منتظر هستیم پیکر شهید بزرگ سردار عزیز اسلام حاج قاسم سلیمانی تا دقایقی دیگر به میدان 15 خرداد مشهد مقدس وارد بشه و بر دوش هزاران جمعیتی که از صبح اینجا مستقر شدن تا حرم مطهر ولی نعمتمون حضرت مهربانی مولا علی ابن موسی الرضا علیه السلام تشییع بشه انشاءالله ما اینجا همچنان مستقر هستیم و عرض کردم در حد استعداد خودمون در حد بضاعت خودمون این شکوه حضور رو به تصویر میکشیم همچنان در میدان 15 خرداد مشهد مقدس با شما همراه هستیم و انشاءالله در مراسم تشییع پیکر
سردار عزیز اسلام شهید قاسم سلیمانی باز هم این لحظه های ملکوتی رو همراه سوگوارانه شما خواهیم بود. وقتی زمزمه کردی اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، اگر چشم دل رو باز کنی حاج قاسم جان سلیمانیمون، شهید ابو مهدی المهندسمون یه لبخندی زدن. و وقتی که خوندی اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، لبخندشون عمیق‌تر شد، مثل اربابشون خونی به آسمان رفتند، زندگیشون با شهادت به پایان رسید. یاران که سفر کردند و رفتند، این وسط من و شما موندیم و تکلیفی که بر دوشمون داره سنگینی میکنه. آماده ای؟ آماده ای؟ امروز اینجا دور هم جمع شدیم که نشون بدیم مکتب مقاومت مکتب شور خالی نیست، مکتب شور و شعوره. به من اعلام کردند در 41 سال تاریخ انقلاب اسلامی هنوز همچین جمعیتی رو خیابانهای مشهد امام رضا به خودش ندیده که امروز آمدند و گرده هم جمع شدند. و حرف همه ما اینه، خوب گوش کنند همه ابرقدرت‌های دنیا، این که ما دست به شمشیر و زره استادیم، این خصلت مردان بیدار کی هے وہی ولایت علی لیے انہی سے مہ کا ہوا دین کا ہے چمن سیرِ حسین لکھے گا جب تلک ہے جان وفائے خادمِ حسین ادا وہ شاہد کرے لکھے جو میرا قلم یا امام زمانہ
سچے عدل سے خالی زمین ہے، مظلوم کے مکان میں ظالم مکین ہے، دنیا سے تم شار ہے مغلوب دین ہے، مولا ضرور آئیں گے مجھ کو یقین ہے، کچھ کمی نہ میرے اعتبار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، سب لوگ خواہشات کے اب ہو گئے غلام، ابلیسیت کا دور ہے بے پردگی ہے عام، پینے لگے لہو ہے تو کھانے لگے حرام، کہتا ہے دل کے بس ابھی آ جائیے ماں، آ جائیے ماں، آ جائیے ماں، گر دیر ہے مشیت پروردگار میں، گزار دوں گا تیرے انتظار میں، گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں، گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مشکل کے وقت ہم نے پکارا ہے یا حسین، غیبت کے امتحان میں سہارا ہے یا یا حسین، حق نے ہمارے دل پہ اتارا ہے یا حسین، یا حسین ہے یا حسین، رہ کر دعائیں بنت نبی کے حصار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، خطر میں ہے دشوار منزلیں، مولا اس امتحان میں دل کو سکون دے، روزہ نماز و حج کے مناسک ادا کرے، ہم شام و کربلا کی زیارت کو جا سکے، قرار دل بے قرار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، خود کش ہے بم دھماکے حد ظلم و جور ہے، کچھ سامنے ہے اور پس منظر کچھ اور ہے، اب بھی یزیدیت کے مظالم کا طور ہے، گرچہ یہ مومنین پہ مشکل کا دور ہے، مشکل کا دور ہے، مشکل کا دور ہے، دنیا کے درد و غم ہے بھلا کس شمار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، اہل عزا کو جرأت و تدبیر چاہیے، دیکھا ہے خواب خواب کی تعبیر چاہیے، تسکین قلب مادر شبیر چاہیے، و اجل فرجها. حاج قاسم جان ما
مستاق اشداء علی الکفار رحماء بینهم بود. چشم که چپ می کرد، ابروانش که گره در هم می خورد، همه ابرقدرت های دنیا حساب کارشون رو می کردند. داعش و داعشی ها، گروهک های تروریستی منطقه، عروسک های خیمه شب بازی دلار های آمریکایی آل سعود، همه ماسکاشون رو کیسه می کردند و همه حساب کار دستشون می اومد. و در این حال وقتی که بچه کوچیک شهید به پیشش می اومد، حاج قاسم رشید و رعینای ما هم قد بچه شهید می شد و کنارش زانو می زد و بغلش می کرد. و ما امروز عماری رو از دست دادیم که مصداق همه خوبی های فرزندان آقا صدر روح الله بود، اجتماع همه خوبی ها، همه مجاهدت ها و همه معنویت ها همزمان بود. و به معنای واقعی، به معنای واقعی این مرد سرباز ولایت بود. چون جمع ما جمع مردان و زنانی هست که همه میخوان جاپاشون جاپای شهدا باشه، چند تا خواهش دارم. خواهش میکنم همه خواهران و برادران من که امروز مشهد مقدس رو تبدیل به قابی زیبا کردید در مقابل چشمان همه اونهایی که دارن به خودشون میلرزند. شما اومدید و اینجا تصویری رو ایجاد کردید که دنیا چشمانش خیره شد و تازه این اول بسم الله. هنوز شور و خروش ملت ایران در انتقام سخت باقی مانده. رهبر معظم انقلاب فرمودند ببینید تشییع پیکر مطهر این مرد رو. خواهش میکنم چون میدان محترم 15 خرداد الان ازدحام جمعیت خیلی زیاده، زحمت بکشن از خیابانهای مجاور به هیچ عنوان به این سمت حرکت نکنند. بنده لیک به قلب همه اونهایی که حاج قاسم جان ما رو برای ادامه زندگی به آسمان فرستادند. حاج قاسم که آرزو شهادت بود، شنیدم از بچه های سپاه قدس که اومدند و گفتند حاج قاسم تو روزهای آخر مدام زمزمه می کرده عجیب دلتنگ احمد کاظمی شدم و عجیب دلم وصال احمد کاظمی رو می خواد. و پایان مردان خدا اگر چیزی غیر از شهادت باشه بایست تعجب کرد. این مرد، این جذبه، این قدرت، این اصالت، این هویت، این غیرت و این تعصب، حیف بود که به مرگ بستر بخواد زندگیش پایان پیدا کنه. این مرد، مرد خاکریز بود و نبرد. این مرد، مرد حماسه بود و ایثار. این مرد، مرد ایستادگی بود و مقاومت، نه فقط خودش که تمام همرزمان کنار خودش. و امروز میخوایم، خواهش میکنم مقداری نظم رو رعایت بفرمایید. این سمت خواهران تشریف دارن، اصلا حتی یک قدم هم از جای خودتون کسی تکون نخوره. اگر فشاری بهتون میاد سعی کنید همونجا شما تمومش کنید و این سیل و این فشار به بعد منتقل نشه. خدا انشالله همتون خیر بده. این جمعیت، عرض کردم الان هم من رسماً به عنوان نماینده ستاد اجرایی دارم اعلام میکنم، در 41 سال انقلاب اسلامی این جمعیت و این حجم از حضار محترم انقلابی و بصیرتی با گرایش های مختلف سیاسی همه زیر لوای جمهوری اسلامی ایران در مشهد امام رضا تا این لحظه بی‌نظیر بوده و ما مثل این تصویر رو تا الان نداشتیم. ماشاءالله، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و همه اینها نشانه است چشممون روشن بشه انشاءالله قبل از سالگرد شهدای عزیز، فرماندهان جبهه مقاومت، به دوران ظهور آقا و مولامون. دوباره میخوایم با هم شعار بدیم، میخوایم شعار بدیم. خواهران من تکرار کنن،
خون سلیمانی حیات بخشید، خون سلیمانی حیات بخشید، ما را ز فتنه ها نجات بخشید، ما را ز فتنه ها نجات بخشید، خون سلیمانی حیات بخشید، ما را ز فتنه ها نجات 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 بخشید، و خطاب به آمریکای جنایتکار، خطاب به همه اونهایی که خودشون رو کت خدای عالم میدونند، خوب بشنوید، دو بیته اما فصل الخطاب ماست. ای دشمن پست و دون ما، ای دشمن پست و دون ما، که مرا زمزمه جنگ تو آزار دهد، که مرا زمزمه جنگ تو آزار دهد، و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد، به خدا، به خدا سرز تن نحس تو سرکش بزنم، دفتر و میز و گزینه‌هات آتش بزنم.